با درود، درس سه ضربی دشتی رو اجرا میکنم که البته دو تا درس هستن در ریتم سه چهارم، یعنی میزانمون سه چهارم. توضیح خیلی خاصی نداره چون در تئوری موسیقی کامل توضیح دادیم، ولی به عنوان یادآوری میگم سه چهارم مثل دو چهارم و چهار چهارم هستش، میزان ساده است و میتونیم بگیم یک دو سه یا یک و دو و سه و. در این درس ها ما نوت رکورون داریم، همونطور که نوت لاکورون در درس های قبل توضیح دادیم که پشت نوت لا به کار هست، رکورون هم به همین صورت. وقتی که نوت ر رو میگیریم فاصله قبلی یعنی پرده قبلی میشه نوت رکورون. نوت جدیدی رو تو این درس ها یاد میگیریم که نوت فا هست با سه تا خط اضافه، تقریبا وسط های خط دوم درس هستش. توضیح باید بدم در کوکی که ما الان این درس ها رو اجرا میکنیم هست دو سون دو، و امکان داره من خیلی از این درس هایی که در کتاب هست میتونیم سیم بمم اون رو ما نوت ر کوک کنیم، ولی من معمولا با همین کوک دو سول دو درس ها رو به هنرجوها آموزش میدم و میگم تمرین کنن که چرا برای نوت فایی که در ادامه بیشتر راجبش توضیح میدم باز از انگشت سومشون استفاده بکنن که انگشت سوم بتونه قوی تر بشه. و مضافه این که تمامی درس ها در این کوک هم اجرا میشه، یعنی فقط جنبه تمرینی نداره. چیدمان نوت ها رو سیم بم این سیم اوله، وقتی که نوت ما یعنی کوک ما دو باشه، یعنی اگر اینجا ر هست رو بم هم ر میشه، می می میشه، یعنی دقیقا این سیم اوله. برای خاطر وقتی که ما اینجا فا داریم پس رو بم هم فا هم. که این فا رو در درس سه ضربه دشتی در این دوتا درس ما با انگشت سوم میگیریم. امکان داره این فا گرفتنش سخت باشه، مثلا داریم میزنیم سی لا سول، حالا باید بزنیم فا، خب نمیرسه، ما نمیاییم خیلی انگشت هامونو تغییر بدیم بکشیم، نه، همونطور که مثلا دست اینجا هست دقت کنید انگشت شست منو یک کوچولو یا یک پرده میایم جلو، میایم روی مثلا قسمت نوت بمول می بمول ما و راحت انگشت به فا میرسه و بعد دوباره میریم عقب، تا اینکه یواش یواش با تمرین انگشتای ما قابلیت انعطاف بیشتری پیدا میکنن و ما میتونیم فاصله و حرکت رو کمتر بکنیم، ولی خب بعضی که انگشتشون کوچیک‌تره هیچ اشکالی نداره که این حرکت رو داشته باشه.